فهیمه با 3 فرزند و شوهر بیمارش در همین اتاق که حتی دهلیز ندارد زندگی می کنند. این خانم می گوید که بیش از 3 سال است که شوهرش در بستر بیماری افتاده است و هر سال با سرد شدن هوا زندگی بر آنان دشوارتر می شود. اگه یکان تانم کمک کنه خوابانه بر خودش تداویش دعوایش این در خانه یک چیزی می گیریم که نکنه ایش دیگه سکنه می شنیم. سید هاشم 3 سال پیش گرده هایش از فعالیت ماندند. وی و خانمش تمامی دار و ندارشان را برای درمان گرده هایش فروختند. این مرد نیاز به تبدیل گرده دارد، اما آنان میگویند که پول برای نان شب و روز ندارند. ایست زمستان آمده رئیس، هوا یخ شده، ایت فلای خورده است، چوب پیسه ندارم بر زمستان چوب بخرم، چون که اشتو کسی ها هوا یخ هست، دیگران ماندیم که چی کنم. 2 پسر بزرگ فهیمه که مکتب می روند می گویند که بیماری پدرش و نادریانان سبب شدند که آنان نتوانند وسایل مورد نیاز مکتبشان را فراهم کنند. چون که پدر مریض است دمد، روز که پدرم خانه می رم از مکتب می مانم، مکتش می رم. اکنون که زمستان در راه است و سردی هم نسبت به فصلهای دیگه زودتر رسیده، خانواده مانند محمد هاشم با مشکلات بیشتر مواجه میگردند. مثل که محمد هاشم نمیتونه کار کنه به دلیل از اینکه گردهایش نمیتونه فعالیت بکنه، بیمار است، فهمین گونه طفلایشان با رسیدن سرما بیشتر با مشکل مواجه میشند. فهیمه و شوهرش 1 خانه را که از پدر به آنان به میراث مانده بود 2 سال پیش به گرو گذاشتند و پول آن را برای درمان سید هاشم مصرف کردند، اما اکنون پول ندارند که خانه‌شان را پس بگیرند.